زمانك یک مؤمن وفات میشه، مؤمن خوشبخت، مسلمان خوشبخت، مسلمان سعید وقتی که وفات میشه، ملائکه با چهره های مانند آفتاب و مهتاب نورانی و روشن نزد مؤمن میه، برش میگه که الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه. متوجه باش که ترس نداشته باش، غمگین نباش، پریشان نباش، ما تو رو بشارت میدم به بهشت، او بهشتی که بر تو وعده شده بود، او بهشتی که بر تو وعده شده بود، ما تو رو به او بشارت میدم، غمگین نباش. ما خیلی ترس داریم که مرگ چه قسم خواهد شد. تو از پهلوی مخلوق میره در نزد خالقت، تو از نزد او انسان‌های میری که پشتت گپ میزنن، تو رو غیبت میکنن، تو رو تهمت میکنن، تو رو اذیت میکنن، در نزد ذات میری که دل نمیشکنه. الموت تحفة المؤمن، مرگ تحفه مؤمن است. تو اگر خوشحال باشین یک کس مسافرت رفته باشه و نزد مادر خود بر بگرده از یک مسافرت خیلی طولانی، احساس این انسان چه قسم خواهد بود. نزد پدر خود بر میگرده در حالی که پدر خود را سالها و سالها ندیده، برگشتی از این چقدر زیبا خواهد بود، چقدر باشه و کالا خواهد بود. تو نزد خدایت بر میگردی، نزد پروردگارت میری، او پروردگار که سجده کردن برای او لذت بخش بود. ما متیقن و باورمند هستم که امول ساعتی که تو سر به سجده میمانی، آرامتر از اون موقعیت تو در هیچ جای پیدا کرده نمیتونی. این مؤمن که وفات میشه، ملک نزدش میگه تشویش نداشته باش، تو در جایی میری، تو چیزهایی میرسه که به تو وعده کرده شده بود، الذی کنتم توعدون. بعدش اینه که نفسش میگیره، میگه ایتها النفس الطیبه اخرجی، این نفس طیبه، این نفس پاکیزه، از بدن پاکیزه خارج شو. همین حالت است که بالای مؤمن مرگ فرا میرسه، این نفس پاکیزه از جسد و بدن پاکیزه خارج شو. وقتی که خارج میکنن به طرف آسمان ها میبره، از طرف بالا میره به طرف آسمان ها. نزدیک آسمان اول که میرسه، این حدیث پیامبر است. حالا نمیشه که من به هر کدومش که پیامبر ای تو گفته، پیامبر ای تو گفته، روایاتی وجود داره، در اخیر ان شاء الله بعض روایت های را ذکر میکنه. یک به طرف آسمان میبره، در مسیر راه ملائکه کی استقبال میکنند. مؤمن خیلی با کرامت هست، خیلی نزد خدا یک انسان جایگاه داره، انسان مؤمن خیلی جایگاه. در استقبال از این ملائکه استاد از دروازه اول آسمان که میرسه، دروازه در قلباب میشه. وقتی که میبینه که کیست، میگه فلان شخص نفس طیبه از جسد طیبه خارج شده و طرف شما آمده. دروازه باز میشه تا به آسمان هفتم، تا به او حد میرسه، نفس انسان بلند میشه، روح انسان بلند میره. تا جایی میرسه که الله متعال نزدیک الله متعال. این به این معنی است برای الله متعال یک موقعیت تعیین بکنه. الله متعال هر جا هست، فیقول الله، الله متعال میگه اکتب کتاب عبدی فی علیین، نام بنده مرا در علیین نوشته کنن. از این بنده خوشبخت، از این مؤمن سعید را در اکتبو نوشته کنن کتاب عبدی فی علیین، نام بنده مرا در علین، در جایگاه خیلی بلند اونجا نوشته بکنن. پس جسد زمینی به طرف پایین دفن میشه، پس طرف پایین انتقال میشه، جسدش رو هست، پس طرف پایین انتقال میشه، ایره دفن میکنن. ایره که دفن میکنن در قبر، دو ملک با چهره خیلی زیبا و نورانی میایه برش، پرسان میکنه که من ربک، رب تو کی هست، ما دینک، دین تو چی هست. ربی الله، دین اسلام، دین ما اسلام هست. در مورد پیامبر ازتان پرسان میکنه، در مورد از مؤمن خوشبخت که یک پیامبر نزد شما آمده بود یا پیامش به شما رسیده بود، چی کردیم در مقابل از او؟ گفت ایمان داریم به او. کامیابی مؤمن خوشبخت از همینجا شروع میشه. همینجا مثل حیثیت یک کنکور را داره، در کنکور کامیاب شد، در لیسانس خود به خود کامیاب است، خود میگذره از جایی. این کنکور زندگی هست، فقط 3 سوال است، خیلی سخت نه، همون سوالایی که ما در صنف اول میخوانیم. اما ایره کسی جواب داده میتونه، کسی جواب داده میتونه که به این گفته ها عمل کرده باشه، مسیری پروردگار را که برش راهنمایی کرده و مسیر حرکت بکنه، مسیری پیامبر را که قدم گذاشته به جای پای پیامبر قدم بگذاره، او میتونه که این سوالات را به خیلی آسانی پاسخ بده. ولی میشه که شاید خیلی دکترها و لیسانسها و ماسترها این سوال توقف کنن و ها کنن که من نمیفهم، لا ادری. باز شاید سه سوال صنف اول را پاسخگونه باشه. و دیگه متعلق به خود انسان است که در دنیا چه قسم زندگی میکنه، چه قسم زندگی رو به پیش میبره. ای که در قبر گذاشته میشه، یک شخص نورانی با چهره نورانی نزد انسان میه، با چهره خیلی نورانی. ای که رو میبینه متحیر میشه که تو نورانیت ما تا به حال ندیدیم. ای کی هست؟ میگه تو کی هستی؟ من انت. میگه من عمل تو هستم، اما عملی که در دنیا کردی، اما نمازهایی که در دنیا خواندی، اما عبادتهایی که تو انجام دادی، اما نیکوکاریهایی که به مردم کردی، اما دردی که به خاطر الله کشیدی، اما مصیبتهایی که به تو رسید به خاطر صبر کردی، ما اما اعمال تو هستم. حتی اعمال انسان بر انسان دعا میکنه که رب اقیم الساعه، رب اقیم الساعه، رب اقیم الساعه، ای پروردگارا قیامت را قایم بکو تا او چیزی که تو با بنده تو وعده کرده بودی بنده به وعده خود به او جای برسه. رب اقیم الساعه، ای پروردگارا، ای الله، ای پروردگار ما، میگه ساعت را، قیامت را قائم بکن تا او وعده هایی که با این مؤمن خوشبخت صورت گرفته بودی به او وعده ها، به او مطلوب خود، به او هدف خود، به او مقصد خود برسه.